به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز و تمام علاقمندان به افل استدیو، بازم با یکی دیگه از فیلم های آموزشی بخش پیشرفته آموزش های افل استدیو در خدمتتون هستم و با آموزش مسترینگ وکال در افل استدیو. یک پروژه رو تهیه دیدم و از پروژه های آماده افل استدیو و روی این پروژه تغییراتی دادم، روی گام صدای خودم آوردم و یه ملودی وکال براش تهیه کردم و خلاصه پروژه رو به دلخواه خودم چرخوندمش و آماده شده که برای شما دوستان عزیز آموزش وکال و مسترینگ وکال در افل استدیو رو داشته باشم امروز و امیدوارم که از این آموزش و همچنین از این ریمیکس من یه جورایی، از این تغییراتی که در این پروژه دادم و کلا از این پروژه خوشتون بیاد و انشالله که آموزش مورد استفاده کامل شما و مورد رضایت شما دوستان قرار بگیره. بینیم سراغ آموزشمون و اینکه من یه تصدایی رو این خوندم و سعی کردم که تا جایی که میتونم غلط بخونم. حالا چقدر موفق بودم در این قضیه، چون بالاخره توی مسترینگ وکال ما تیون و یه مقدار درست کردن وکال رو هم داریم و من میخوام در اینجا خیلی کوتاه فقط اشاره بکنم که دوستان بدونن جزء وظایف مسترینگ هست و این کار رو انجام بدن و اصلا کلن تیون کردن وکال و کلن مسترینگ وکال یعنی این که پولایش کردن وکال به صورت کامل و تمیز کردن وکال هر چقدر مشکل داره باید برطرف بشه. خب بینیم که یه تیکه از آهنگ رو گوش بکنیم و ببینیم که کار به چه صورت هست و باید من چقدر و چی کار باید دوش انجام بدیم. همطور که میبینید خب وکال هنوز قدرت کافی و لازم رو برای رو اومدن توی آهنگ نداره و خودش رو خوب هنوز نشون نداره. خب این وکال ما کار زیاد داره و ما برای اینکه بیاریمش رو باید کارهای زیادی انجام بدیم، از جمله اینکه ما باید اول از همه در همون صدر لیست افکت هامون یه تیونر محض اطمینان. اگر حالا شما خیلی به وکال اطمینان دارید و مطمئنید که این وکال هیچ مشکلی نداره، حتی اگر این اطمینان رو هم دارید بازم یه تیون و پیچر افل استدیو رو در این صدر لیست افکت ها قرار بدید و حالا میتونید خاموشش بکنید، اصلا این بالا باشه، این صدر باشه که اگر احیانا جایی فالچی داشت بتونید که با روشن کردن و خاموش کردن این فالچی رو بگیرید. ولی خب ما در کل کار میتونیم اصلا این رو روشن بذاریم و زیادم معلوم نشه که تیون روی صدای. حالا من این رو توی فیلم های قبلی توضیح دادم ولی بازم خود چون مربوط به مبحث مسترینگ هست یه توضیح مختصر و خیلی کوچیکی هم میدم دوباره که ما در اینجا یه سری پیچ ها و وسایل ها رو داریم که میتونیم از اینها وسایل هایی هستن که مربوط به کلید ها و گام های موسیقیایی هستن و شما از این وسایل میتونید استفاده بکنید و از این کلیدها میتونید استفاده بکنید برای تیون کردن وکالتون. خب در اینجا همونطور که میبینید مینور، ماژور و سبکای گامهای صدایی موسیقی رو داریم که به ما مثلا میتونیم در این قسمت کی این مینورمون میتونیم مثلا انتخاب بکنیم که چیه لا مینور، فا دیز مینور، بعد مثلا چیه
گام آهنگیمون، گام آهنگیمون هرچی هست باید اینجا وارد کنیم که اون وکال خوانندمون دقیق با گام آهنگیمون هماهنگ شه. و در FL Studio و در این پلاگینش جوری طراحی شده که شما وقتی که گام اون آهنگ رو میذارید وکال با گام آهنگ قشنگ هماهنگ میشه. الان مثلا به فرض مثال نگاه بکنید، الان گام این آهنگ وقتی که من تغییراتی که روش انجام دادم شده دو دیز مینور و الان گام آهنگ ما دو دیز مینوره. و من الان وقتی که تیون میذارم روی این صدا شما نگاه میکنید و میبینید که چقدر تغییر کرده، چقدر تغییر میکنه. درسته؟ حالا ما اگر اینجا زیر این یه کمپروسری یا یه چیزی بذاریم که صدا رو بیاره بالاتر، من یکی از راهایی که میتونه صدا رو یه مقدار قوی تر کنه و بازتر کنه توی پروژه های شما استفاده از لیمیتر به این صورت هستش که شما لیمیتر رو بیارید و وقتی که لیمیتر رو وارد لیست پلاگین هاتون میکنید بعد با وکال حالا کار کنید. عشان صدا رو میاره بالا و خب حالا بعد از که ما صدا رو یه مقدار آوردیم بالاتر و قوی ترش کردیم، بلو آوردیمش یه مقدار، بعد یه مسئله دیگه این رو هم دقت بکنید که ما در حالا پیچر و در تیونرمون میتونیم از چند حالت تیون استفاده کنیم. تیون روی باند لفت، روی باند رایت و باند و روی کلن پنیرگی وسط. ببینید هر چند مدلش رو این پنینگ پنینگ سنتر بود، وسط بود، این لفت، و اینم رایت. درسته؟ خب ما بهتره که برای یه مقدار بود دادن به صدامون روی سنتر وسط بذاریم و روی پنینگ سنتر بذاریم که روی هر دو باند بتونه تیون رو داشته باشه. و مسئله بعدی واسه این که ما زیاد صدامون حالت لیزری نداشته باشه و تیون زیاد به نوع صدامون آسیب نزنه، میتونیم تیون رو روی مدیوم بذاریم اسپیدش رو. و وقتی که شما اسپید کار روی مدیوم میذارین یه مقدار صداتون هم تیون میشه، همین که زیاد نشون نمیده. ببینید فرقشو؟ ما حتی میتونیم مدیومش رو یه مقدار ملوتر هم بگیریم تا کمتر تو ذوق بدیم. اینطوری الان شما کاملا تیون روی صداتون محو و معلوم ما. بعد از اینکه حالا این کارها رو انجام دادیم و یه مقدار صدا رو هم بالا آوردیم و به اضافه اینکه
بعد حالا یه مقدار روی همین لیمیتر یه مقدار صدا رو هم کمپروس بکنیم به وسیله این پیچ و یه مقدار صدا کمپروس بشه. این کارم انجام بدیم لحظه یاد تو چون تست جانم بعد از که یه مقدارم کم پروسش کردیم الان وقت اینه که شما یه مقدار صدا رو باز بکنید، چون الان صدا متمرکز شده. حالا اگر من بخوام اینو به شما در یه بازه یه نمودار تصویری استریویی نشون بدم که واقعا در الان چه اتفاقی میفته اینجا، به این صورته که ببینید با ویف کندی خیلی راحت میشه این رو نشون داد. خب که شما دوستان ببینید که صدا الان من وکال انتخاب میکنم، نگاه کنم کامل صدا جمع شده و در حالت در این بازه خط فرکانسی استریوی وسط قشنگ هی داره پخش میشه و زیاد بازی نداره در فرکانس های دیگه و کلن در بک‌گراند صداها هم زیاد صدای وکالمون پخش نمیشه. برای اینکه ما یه مقدار صدای وکالمون توی بازتر بشه و یه مقدار پهن‌سازی کنیم صداشو، بعد از استریو شاپر استفاده بکنیم. در این قسمت فروتی استریو شاپر بیاریمش و اینجا روش کار بکنیم. حالا شما الان میبینید که الان ما یه مقدار هم اینو چون در از با بالایی و در قسمت پیچ بالا وقتی که حالا از گروپ های افل استودیو مثلا استریوز توش رو انتخاب میکنید، در اینجا وقتی که این فعال میشه یا مثلا وقتی که استریوز رو انتخاب میکنید این فعال میشه، اینها این پیچ ها پیچ های پنینگ و حالا باز کردن صدا هستن، اینکه توی باند ها صدا رو پخش میکنن و صدا رو شما با دستکاری اینها میتونید یه مقدار واید ترش کنید و انگار که صدا حالا مثلا با یه میکروفون خیلی حرفه‌ای ضبط شده و خیلی فضاها و محیط و صدای محیط رو هم گرفته. شما اگر مثلا این رو تا هر چقدر بچرخونید صدای پهن‌تر میشه و هر چقدر که بیاریش به وسط نزدیک ترش کنید، یعنی به این حالت وسطش نزدیک ترش کنید، یه مقدار صدا میاد نزدیک تر میشه و از وایدیش کم میشه. و شما وقتی که این رو میارید به این سمت یا حالا به این سمت فرقی نمی کنه، وقتی که این سمت میارید یه مقدار صدا رو به باندها نزدیک میکنه، وقتی که یعنی مثلا وایت هست ولی به خود
مثلا انگار که خواننده خونده، واید خونده و به خود میکروفون هم نزدیک بوده و میکروفون قوی بوده، صدا رو خوب گرفته. و وقتی که به این سمت میاد یه مقدار صدا هم وایدتر که میشه، یه مقدار پهن‌سازیش هم بیشتر هم میشه. ولی خب زیاد که بازش بکنید حالت دیلی میگیره، یه مقدار دیلی میکنه صدا رو و صدا تکرار توش به وجود میاد و فیدبک داره. ببینید پس این هم تکنیک هایی هستش که میشه با از طریق استریو شاپر روی وکال پیاده کرد. حالا برای مرحله بعدی بعد یه مقدار صدا رو فرکانس هاشو درست بکنیم. اول میریم سراغ پارامتریک EQ، یه مقدار با پارامتریک EQ یه مقدار کار میکنیم و با انتخاب گزینه لودنس الان ما میتونیم یه مقدار باسی صدا رو بگیریم. با این روش میتونیم الان شما یه مقدار بمی صدا و مبهمی صدا رو بگیرید و جاش بهش وضوح بدید. ببینید؟ ببینید؟ من الان این پیچ رو که کم بکنم به وضوح صدا و بعد از اینکه شما حالا یه مقدار صدا رو وضوحش رو زیاد کردین، بعد بریم سراغ EQ2 و یه مقدار هم تو اینجا فرکانس‌های زائدش رو کات بکنیم. کات کردن فرکانس هم با EQ اصلا کاری نداره. شما الان مثلا میتونید که از طریق الان مثلا میتونید این رو ببندید با وقتی که میاد روی این قسمت EQ و این رو انتخاب میکنید، کلیک رو که نگه میدارید، کلیک چپ رو که نگه میدارید، بالا پایین که میبرید، این حالتهای خط اون قسمت به قول معروف اون یک EQ و این پارامتر یکش تغییر میکنه، خط منحنیش، و شما میتونید که حالت‌های مختلف داشته و یا اصلا ببندینش، خب حذفش کنیم. این وقتی که خط به این صورت تیره میشه و خط صاف میشه دیگه بسته شده. به این صورت یعنی که کلن شما از این فرکانس تا این فرکانس کات کنید. یعنی شما الان مثلا اگر میخواید تا فرکانس مثلا 50 کیلوهرتز رو که اینجا هست تا این فرکانس رو میخواید کات بکنید، میاد روی یک. خب ببینید الان مثلا من بهتون خدمتون بگم که الان مثلا شما میخواید یه مثلا چیزی رو کات بکنید، یه فرکانسی رو مثلا از فرکانس 20 تا 200 کیلوهرتز رو مثلا میخواید کات بکنید، خب، و از اینجا به بعد داشته باشید. میاد چیکار میکنید؟ میاد روی اینجا روی 200 کیلوهرتز چی داریم؟ پارامتر 3 رو داریم. میاد روی پارامتر 3 و این حالت رو انتخاب میکنید. وقتی که این حالت میشه یعنی که از این
فرکانس، یعنی از قبل از این فرکانس همه چی کات میشه و شما با حرکت دادن این میتونید این میزان فرکانسی و کات کردن این میزان فرکانسی رو بیشتر هم بکنید. حالا من به شما نشون میدم، ببینید. ببینید من هر چقدر که فرکانس رو اون بازه ای که بعد کات بشه رو من هر چقدر کمتر و بیشتر میکنم روی صدای ما تأثیر میذاره و کات میکنه فرکانس رو و ما از این طریق میتونیم که کات فرکانسی رو هم انجام بدیم با این روش. و مثلا الان من میخوام پارامتر 1 رو حذف کنم و از پارامتر 2 استفاده کنم و کات کنم یه سری فرکانس ها رو به این صورت، فرکانس های از قبل از 100 کیلوهرتز رو کلن کات کردم. و یه مقدار هم کار با EQ میتونه تا اینجا ما خیلی کارهایی رو انجام دادیم و تونستیم که باعث بشیم که یه مقدار صدا هم رو بیاد، همین که تیون بشه، همین که فرکانساش درست بشه. و حالا یه مقدار من بعد این لیمیترم رو بیارم پایین و در این قسمت بعد از EQ ها قرار بدم که یه مقدار لیمیت کنه و کمپوز کنه. ببینید ببینید چقدر الان صدامون هم واضحه، هم لیمیت هم شده و کمپوز هم که کردیم. فقط من این رو چون اون بالا میخواستم اول به شما این رو بگم که چقدر مهمه که در همون اول شما یه مقدار صدا رو هم کمپروز کنید، هم لیمیتش کنید، روش کنترل داشته باشید. بعد حالا افکت های دیگر رو که بذارید فوقش چند تا خط میارید لیمیتر رو پایین تر و بازم صدا رو مرتب میکنید و بازم صدای شما درست میشه. حالا بعد از اینکه ما صدامون رو الان درست کردیم و یه کارهایی رو روش انجام دادیم، میمونه فقط اینکه ما باید یه مقدار فضاسازی بکنیم برای صدامون، یه مقدار صدامون رو ریورب بدیم بهش، فضا بهش بدیم، یه مقدار پر بکنیم فضای بین صدا و ارکستر رو. اینها دیگه تکنیک هایی هستش که خیلی ساده میشه شما انجام بدید. مثلا من در اینجا یه پکی رو گذاشتم به صورت ریورب و دیلی که شما وقتی که بیایید این خدمتتون عرض کنم وکالتون رو، این اینسرت وکالتون رو بیایید روت بکنید به این و این بیاد در اینجا روت بشه، شما میتونید که یه فضاسازی هم داشته باشید واسه وکالاتون. ببینید ما الان یه ریورب هم به صدامون دادیم به همراه دیلی و اینها هستش که وکال رو زیباتر میکنه و این دوتا در کنار هم دیگه میتونه
کارایی خیلی خوبی داشته باشه و فضاسازی خوبی داشت ایجاد کنه. حالا بعد از اینکه یه فضاسازی کوچیک هم بهش دادیم، این رو هم شما در نظر داشته باشید که شما میتونید این خود این حالا این فضاسازی رو هم به یه پک دیگه وصل بکنید که مثلا یه EQ و یه حالت خدمت ترسون کنم که یه افکتی بهش بده، یه مقدار صدا رو تغییر بده، از حالت فرکانسی خود فرکانس وکال یه مقدار تغییر بده، صدا رو چیزتر پخش کنه، با یه حالت کیونتر پخش بکنه. ببینید مثلا الان من این رو بعد ما الان شما نگاه بکنید ببینید که ما ادامه صدامون معلوم میشه وقتی که اون ریورب و اون دیلی که داره، معلوم میشه که ما این دیلی که گذاشتیم توی حالا ارکسترمون، توی اون سازهامون، بین اون همه صدا قشنگ معلوم میشه. چرا؟ چون ما اینجا اومدیم یه رادیو وکال درست کردیم و یه حالت رادیویی دادیم به صدامون و صدامون رو یه مقدار کیونتر کردیم، برای همین معلوم میشه اون حالت بهش اجازه میده که و این برگشت صدا و فیدبک صدا باعث میشه شما وقتی که این رو گوش میکنید برگشت های صدا رو هم واضح میشنوید. الان شما وقتی که این رو به رادیو وکالتون رود کردید، بعد از قسمت مستر ببندینش که این یه صدای مجزا به مستر نفرسته، این بره داخل رادیو وکال، از رادیو وکال بره اینجا، این کامل ترش میکنه و این دقیق ترش میکنه و باعث میشه که بهتر انجام بشه. ما الان وکالمون رو به وکال سند و ویور و دیلی وصل کردیم، از وکال سند وصلش کردیم، صدا رو فیدبک هاشو میفرستیم به رادیو وکال، از رادیو وکال هم میره داخل مستر فیدبک ها و فیدبک ها با یه فرکانس خاص دیگه شنیده میشن، خود وکال هم با یه فرکانس دیگه. ما همطور که دیدید تونستیم به صورت مختصری توضیح بدیم در مورد یه سری تکنیک های مسترینگ وکال و اینکه چطور میشه وکال رو در اون حد استانداردش، این که بتونیم یه صدای خیلی خوب و تمیز داشته باشیم در پروژمون، مسترینگ کنیم و تکنیک های دیگه و استفاده از راه و روش های دیگه و یه مقدار بهتر کردن وکال دیگه از توضیح و زمان این ویدیو خارجه و من سعی میکنم انشالله در جلسات بعدی و در آموزش های بعدی به شما آموزش وکال و مسترینگ وکال رو در جلسات بعدی بهتون آموزش بدم که چطور میشه که وکال رو مسترینگ کرد با تکنیک های روش های بهتر و در سبک های دیگه.
امیدوارم که از این فیلم آموزشی هم لذت برده باشید تا فیلم های آموزشی بعدی. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. Thank you.